سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم خیلی خوب باشید و خوش اومدید به ویدیوی امشبمون. همونطور که میدونید ویدیو Q&A هستش و اومدم اینجا که به همه سوالاتتون جواب بدم. هم یه کوئسشن باکس توی استوری اینستام گذاشتم، هم یه کامیونیتی توی یوتیوب گذاشتم که هر سوالی دارید ازم بپرسید و من امروز همه رو جواب بدم. میدونید که من خیلی با شما صحبت میکنم، همیشه صحبتتون تعریف میکنم، ولی اینکه بیام Q&A همه سوالاتتون جواب بدم، پرسش و پاسخ، حالا نبوده. برای همین خیلی هیجان دارم بابتش. تا من میرم سوالا رو بیارم، اگه شما ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت انگلیسی هم بذارید که دیگه شرمنده کردید منو. خب بریم اول سوالات کامیونیتی رو بخونیم. اول بذارید یه بیوگرافی از خودم بدم که دیگه سوالات تکراری نخونیم. من سبا هستم، سبا با سین نوشته میشه اسم من. 20 سالمه، تهران زندگی میکنم. تقریبا 2 سال و خورده ایه که توی فضای مجازی ام در خدمت شما، ولی برای کار یوتیوب فکر میکنم 6 7 ماهه که شروع کردم، 5 6 ماهه. علت بهار تو بودن آیدیم همه جام اینه که فعالیتمو فصل بهار شروع کردم، برای همین گذاشتم بهار تو، ولی همه به اشتباه فکر کردن که اسم من بهاره. منم دیگه اصلاح نکردم، گفتم حالا بذار یه نیکنیم باشه، ولی الان ترجیح میدم همون سوا صدام کنید. بریم سوالاتتون رو حالا بخونیم. خب کجا زندگی میکنی؟ تهران. اسم اکستون فانی. سلام، چطوری؟ اول اینکه عالی هستی، مرسی، قربونت برم. از یوتیوب پول در میاری یا نه؟ خب بله، میدونید که هر کسی که به 1000 تا ساب و 4000 ساعت واچ تایم برسه میتونه که چنلش رو مانیتایز بکنه. آرزو چیه؟ آرزوم در حال حاضر بزرگترین آرزوم اینه که یه یوتیوبر خیلی موفق بشم، شاید مهاجرت کنم. رنگ مورد علاقت چیه؟ بچه‌ها رنگ مورد علاقه من بنفشه. ایوون مورد علاقت چیه؟ ببر، مار و گرگ. خودم سال مارم، این سه تا حیوان رو خیلی دوست دارم، اصلا حس خوبی بهم میدن. بعضی وقتا در مورد عجایب جهانم ویدیو بذار. مرسی، چشم. خواننده مورد علاقه توی ایرانیا ابی و شادمهر رو خیلی دوست دارم و توی خارجیام بیلی آیلیش. یوتیوب اور آنیستا؟ اینستا فکر کنم منظورش بود. 100% یوتیوب، 1700% یوتیوب، نه فقط برای کار، برای کارم 100% یوتیوب، ولی من خودمم، یعنی با گوشیم همش توی یوتیوب میچرخم، ویدیوهای یوتیوب رو نگاه میکنم، به نظرم خیلی جالب تره تا اینستا. اینستا میدونی بیشتر آدم هرس میخوره. خواهر کوچیکتر داری یا برادر؟ نه بچه، من نه خواهر کوچیکتر دارم نه برادر کوچیکتر. 2 تا برادر دارم که هر دوشون از من بزرگترن، یکی 5 سال ازم بزرگتره، یکی 12 سال ازم بزرگتره. آدم فضایی اعتقاد داری؟ اینجوری که تو پرسیدی نه، یعنی مثلا یه موجودی با شکل شمایل عجیب غریب تو مریخ زندگی کنه رو نه، ولی معتقدم که نمیتونیم ما توی جهان منظورم کل هستیه تنها باشیم. میدونید به نظرم شاید که حیات توی یه سیاره دیگه باشه، حالا حیات نه به معنی این که دایناسور اونجا باشه، حتی یه موجود تک سلولی هم حیات محسوب میشه. آیا آرمی هستی؟ نه بچه‌ها، آرمی نیستم، ولی گوش میدم بعضی وقتا آهنگای کی‌پاپو، بعضی وقتا دیدید که روی ویدیوهای اینستام گذاشتم، ولی اینکه آرمی باشم نه، ولی موزیکشون خوبه، قشنگه، مام گوش میدیم، به آرمی هام احترام میذاریم. فکر کنم قصد مهاجرت به آلمان رو داری، درسته؟ اگر که خدا قبول کرد و عمری باقی بود، بله، فعلاً که به بنبست. اینجوریه. اگه آره میشه بگی چه جوری و از چه راهی میخوای مهاجرت کنی؟ ببین، اولویت من ویزای دانشجوییه. مثل ویزاهای دیگه هم آلمان داره، مثل آسپیلدونگ و این چیزا، تو ویزای آسپیلدونگ خیلی سخته. اگه مهاجرت کردم، یه ویدیو هم براتون میسازم در مورد راههای مهاجرت به آلمان، فعلاً که خودم اینجا نشستم. پس نپرسید در مورد راهاش، اگه میدونستم خودم رفته بودم. چرا هیچ وقت با کسی ویدیو مشترک نمیگیری؟ لطفاً جواب بده. خیلی وقتا دوستامو آوردم توی ویدیوها، ویدیو مشترک زیاد دارم. اگه منظورت اینه که چرا کلاب ندارم با یه یوتیوبر دیگه، واقعاً فرصتش تا حالا پیش نیومده، تا حالا پیشنهاد ندادم به کسی یا کسی به من پیشنهادشو نداده. حتماً در آینده این کارو می‌کنیم. یوتیوبر ایرانی مورد علاقت کیه؟ همه بچه‌های یوتیوب خوبن به نظر من، یکی بهتره که یکی حرفه‌ای‌تر. من ویدیوهای میاکوروشو خیلی دوست دارم. کشور مورد علاقت؟ ببین، برای زندگی من غرب اروپا رو دوست دارم، خب یعنی هلند، آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، ولی اینکه کشوری که مورد علاقه‌ام باشه که نخوام زندگی کنم، فقط دوستش دارم، اون ژاپن رو اصلا بیشتر دوست دارم. سینگلی یارل؟ خودت چی فکر میکنی؟ قدت و وزنت چنده؟ 170-75. میدونم یه خورده‌ای 5 کیلویی باید کمتر باشم، ولی ببخشید دیگه. کشوری که دوست داری سفر کنی؟ من از
بچگی دو تا جا دوست داشتم سفر کنم، یکی پاریس یکی سنگاپور. 15 سالم که بود رفتم پاریس، برای همین اونو دیگه دلم نمیخواد دوباره برم، زیاد دوست ندارم جای تکراری برم مسافرت. الان سنگاپور، یعنی واقعا دوست دارم که ولاگ سنگاپورم براتون بگیرم. مدل گوشید و مدل وسیله که باهاش ویدیو میگیری، مدل گوشیم و مدل وسیله که باهاش ویدیو میگیرم یه چیزه جفتش، گالکسی A31 سامسونگه. سلام، من خیلی دوستت دارم. سلام عزیزم، فدات شم. خیلی از یوتیوبر بودن خوشم میاد، عاشقتم، قربونت برم. من انیمه ها رو خیلی دوست دارم، تو هم دوست داری؟ انیمه من زیاد نگاه نمیکنم، همون 3-4 تا انیمه معروف که هممون تو بچگی دیدیم و اونا رو خیلی دوست داشتم، جودی ابوت و این چیزا. روم تور نمیذاری؟ نه فعلا، به خاطر اینکه فعلا فقط این قسمت اتاقم که توی ولاگ تغییر دکوراسیون با وسایل دیجیکالا دیدید، اگه ندیدید لینکش رو این بالا میذارم حتما ببینید، این قسمتش فقط جینگوله. خب وقتی که اون طرف اتاقم هم درست کردم اون وقت حتما روم تور میذارم. اگر حیوان خونگی بگیری چی میگیری بچه‌ها؟ سگ. حیوان خونگی قطعا سگ. و اسمشو چی میذاری؟ آهان بچه‌ها ببینید، نمیدونم. میدونید چرا؟ وقتی که میخواهید یه حیوان خونگی رو به سرپرستی بگیرید، مهمترین چیز اون first impression، یعنی اولین برخوردی که باهاش داری، باید ببینی که چه چیزی ازش نظرتو جلب میکنه و نسبت به اون اسم بذاری روش، و این بیشترین ارتباطو بین تو و حیوان خانگیت ایجاد میکنه. مثلا یه گربه میخوایی به سرپرستی بگیری، اولین بار که میبینیش مثلا پشمالو بودنش خیلی نظرتو جلب میکنه، اسمشو میذاری پشمالو یا فلافی یا یه چیز توی مایه ها. میدونید چی دارم بهتون میگم؟ میخوایی یوتیوب ادامه بدی 100%؟ چرا حیوان خونگی نمیگیری؟ اوه ببین، من الان یکی باید بیاد از خودم مراقبت کنم. اینقدر که سرم شروع یوتیوب هست، اینستا هست، در آینده نزدیک کارهای دانشگاه هست، کارهای زبان هست، مغزم واقعا نمیکشه بخوام از یه موجود دیگه هم نگهداری کنم، و اونم خب طفلک توجه میخواد، میخواد که براش وقت بذاری، و واقعا الان من اگه یه حیوان در حال حاضر بگیرم ظلم کردم بهش، برای همین نو. از چیزهایی که بهت آرامش میده یا چیزهایی که خوشحالت میکنه؟ آرامش که ببین، فقط سریال و آهنگ، همین. چیزی که خوشحالم میکنه، چیه؟ چیزی الان تو ذهنم نیست که بگم مثلا این اتفاق منو خوشحال میکنه. راست رو بخواید میتونیم خیلی طنز از کنارش بگذاریم، پیتزای پپرونی و کیک شکلاتی منو خیلی خوشحال میکنه، ولی چیز عمیقی در حال حاضر ندارم. انیمه دوست داری یا اوتاکو هستی؟ جواب سال اول تو که دادم، اوتاکو نمیدونم یعنی چی. حالا خوب یه چیز خیلی پابلو و شفاف باشه که من نمیدونم، الان میگم بی سوادی، واقعا نمیدونم یعنی چی اوتاکو. فکر میکنی چطور آدمی هستی؟ فکر میکنم چطور آدمی هستم؟ آدمی هستم که خب دروغ زیاد نمیگم، واقعا یعنی تا جایی که میتونم نمیگم. متاسفانه یه کمی عصبیم، پدره خانواده رو سرویس کردم، ولی فکر میکنم که آدم قابل اعتمادی باشم. سعی میکنم خیلی انسان باشم. سعی میکنم، نمیگم هستم، سعی میکنم باشم. چطوری باید تو یوتیوب کسب درآمد کنیم؟ گفتم بهتون بچه ها، بعد اول به 1000 تا سابسکرایبر برسید و 4000 ساعت واچ تایم. میتونید توی یوتیوب سرچ کنید، چنل خیلی زیادی هستن، هم فارسی زبان هم انگلیسی زبان. توصیه من اینه که انگلیسی سرچ کنید، چون چنل های فارسی اکثرا میگن که برید با شرکت ها مانیتایز کنید. خب یعنی یاد نمیدن که اگه خود بخوای مانیتایز کنی بعد چیکار کنی. برای همین ویدیو انگلیسی زبان خیلی زیادی هست که میتونید ببینید، یاد بگیرید که چطوری مانیتایز کنید. سخت هست ولی کاملا شدنیه. کراشت اسمشو بگو. خیلی زیاده، آخه کجا شروع کنم؟ دنیل رتکلیف. نه، دنیل رتکلیف نقشش توی هری پاتره که خیلی مورد علاقمه. تام الیس هست، جانی دپ هست. خیلی هم زیاد نیست خدایی، من چرا همش تو ذهن خودم خیلی زیاد، نه خیلی زیاد، خیلی هم خوب، خیلی هم مناسبه. آها یکی دیگه هم هست، تویلایت ومپایر، اون پسر بود اسمش ادوارد بود، عکسشو براتون میذارم. اونم خیلی. چی شد که اومدی یوتیوب؟ من تو که میدونم قبلش اینستا بودم و اصلا یه داستان داره، حالا باید داستانش یه بار براتون تعریف کنم. خب دیگه اومدم دیگه، یه بار اومدم یوتیوب و موندم، خوشم اومد. یه ویدیو مشترک با یکی از یوتیوبرها بگیر. چشم. توی ویدیو عوض کردن بک‌گراند گفتی که عکساتونو جابجا میکنم، ولی هیچ کدومو جابجا نکردی. گفتم هر چند وقت یک بار، نگفتم برای هر ویدیو که بذارید یه ماه اینجوری بمونه. چشم، جابجا میکنم. و اینکه سوال مهم دارم، چرا انقدر خوب و آرامش بخشی؟ من یه سوال مهم دارم، اونم اینه که تو چرا انقدر عشقی، چرا انقدر لطف داری؟ دمت گرم، مرسی نظر لطفت. شوهر وات
از چه یوتیوبرهای بدت میاد؟ نمیخوام اسمشون رو بگم، ولی یوتیوب کلن یه فضای خیلی خیلی خوب و حرفه‌ای بود که هر کسی که توی یوتیوب حضور داشت ویدیوهای خیلی عالی میساخت و زحمت زیادش به سابسکرایبر میسه. مثل اینستا نبود که بیاد 4 تا خز بازی در بیاره بشه مثلا 100K. اصلا همچون چیزی ما توی یوتیوب نداشتیم مطلقا، تا قبل از اینکه این دو نفر اومدن، دو نفرن که ویدیوهای خیلی دریوری میذارن و اصلا ویدیوهایی که مناسب این بستر نیست. فکر میکنم میدونید کیا رو دارم میگم. دوست دختر دوست پسرن که فکر میکنم انگلیسن، نمیدونم کجان و چالشای مزخرف جنسی و نمیدونم. اونا به نظر من لیاقت اینو ندارن که توی یوتیوب باشن، چون یوتیوب یه فضای کاملا حرفه‌ایه. دوست داری عروسی کنی یا نه؟ کی میاد منو بگیره؟ مامان بابات اوکی ان با اینکه یوتیوب ویدیو میذاری؟ بله بچه‌ها چرا اوکی نباشن؟ مامان بابای من خب عادت داشتن، میدونی همیشه عادت داشتن که من اصلا تو فضای مجازی باشم، بر همین آره دیگه اوکی هم. اسم دوست صمیمیت مهتاب. غذای مورد علاقه‌ام پیتزای پپرونی و سالاد ماکارونی. پادوت دوست داری چی باشه؟ خیلی چیزا، آیفون 13 پرو مکس از اون گرفته تا یه شاخه گل، تا یه جعبه شکلات، تا عطر، گردنبند. من هر چیزی که بهم کادو بدین رو دوست دارم واقعا. اسپورت یا مجلسی؟ هر کدومش، هر سخن جایی یا هر نکته مکانی دارد. خیلی دوستت دارم، عشق منی، عاشق موهات و رنگ موهاتم. منم موهام همینطوریه، فضلشم مشکل مهربون منی. خیلی دوستت دارم، خیلی ممنونم. میدونم که در واقع باید سوالا رو بخونم، ولی دوست دارم پیام محبت آمیزتون هم بخونم. تو رو خدا اینو جواب بده، چطوری کارو توی یوتیوب شروع کردی؟ خانوادت مخالفت نکردن؟ دوستت دارم، مرسی. فضلشم اولا، منم دوستت دارم، عشق منی. خانواده مخالفت نمیکردن، من مخالفت میکردم. یعنی من فکر میکنم بابام چند روز داشت به من میگفتش که آقا یوتیوب بزن، تو که تو اینستا هستی چرا چنل یوتیوب نمیزنی؟ من هی مقاومت، نه دلم نمیخواد، نه آقا به من گیر ندین، اصلا کی میخواد بره تو یوتیوب حالا فلان بیسار. انقدر گفتن خانواده به من اینجوری یوتیوب بزن یوتیوب بزن یوتیوب بزن که من گفتم اوکی اوکی و اومدم زدم و ازشونم الان ممنونم، دمتون گرم. خیلی خیلی حمایت بزرگی بود. امسال سال اینستا رو بخونیم. معدل 3 سال راهنماییت. وات؟ چرا الان باید دقیقاً یادم باشه؟ معدل نمیدونم. میخواید برام پرونده مدرسه‌مو بیارم ببینم هست یا نه؟ یعنی فقط ببینید چیکار میکنید با آدم، چه سوالایی میپرسینا. اجازه بدین. مال دبیرستانه. اوکی، 3 سال راهنمایی رو گفتی. معدل سال نهمم که 19 و 57. حالا 8م 19 و 57. مگه میشه اینقدر دقیق؟ رو دیگه 19 و 57 جفتش. حالا 7م حتما 19 و 57. 7م که چه چنده؟ نه 7م 19 و 86. خیلی لطف کردم. هدفت از فعالیت توی یوتیوب چیه سوا جون؟ هدف بقیه از فعالیت توی یوتیوب چیه؟ هدف منم همونه. ببینید بچه ها، کلن هدف من از چه بلاگر شدن توی اینستا، چه یوتیوبر شدن توی یوتیوب چند تا چیز بود. یکی اینکه شغلی که در آینده دارم خیلی دوست داشتم که مرتبط باشه با فضای مجازی، به خاطر اینکه من خیلی دوست دارم این حالتو که دوستای خوبی مثل شما دارم، شاید که ندیده باشمتون، شاید اگه ببینم نشناسمتون، ولی واقعا واقعا وجودتون زندگی منو خیلی قشنگتر کرده. وقتی که آدم بلاگره، جاهایی میره که اگه بلاگر نبود نمیرفت، کارهایی میکنه که اگه بلاگر نبود نمیکرد و همه اینا زندگی رو خیلی هیجان انگیزتر و قشنگتر میکنه و البته کسب درآمد که خب لازمه زندگیه. برای کارها چطوری برنامه ریزی میکنی؟ من یه دفتر دارم که توی یکی از ویدیوهایم دیدید، توی فیلم کنم آنباکسینگ پارت اول اونو خریدم از دیجی کالا. اگه ندید ویدیو لینکش رو این بالا میذارم ببینید. اونو توش برنامه های روزانه رو مینویسم و من روزانه مینویسم، به جز ویدیوهای برای یوتیوب اونو ماهانه مینویسم. یعنی هر اول هر ماه میلادی مینویسم که تا آخر ماه چه ویدیوهایی میخوام بسازم، ولی برای کلن روزانه مینویسم. حاضری اگه دست راست تو قطع کنن به جاش 5 میلیارد من بگیری؟ خودم نه، منم نه بچه. چرا چه من فکر کردین؟ معلومه که نه. 5 میلیارد؟ آخه 5 میلیارد آدم، تو بگو 5 میلیون دلار حداقل، با 5 میلیارد بخوای چیکار کنی؟ نه معلومه که نه، دستمو ترجیح میدم. پیج قبلی بهار تو چی شد؟ من یهو گمش کردم و دیگه ندیدمش تا این آیدی رو پیدا کردم. از اولی که من پیج بهار تور تو اینستا زدم تا الان اصلا آیدیش هیچ وقت تغییر نکرد و هیچ وقت هم اتفاقی براش نیفتاد، نه ریپورت شد نه هیچ مشکلی واسش پیش نیومد. احتمالاً عکس پروفایلمو عوض کرده بودم، گمام کرده بودید.
فصل دوم مافیا کی میاد؟ همین الان در حال فیلم برداریشم و به زودی، شاید حتی از هفته دیگه. کدوم سریال تو بیشتر دوست داری؟ کدوم سریال خودم بیشتر دوست دارم؟ من کلا دو تا سریال ساختم، مدرسه مافیا و آرزو. مدرسه مافیا بیشتر دوست دارم، ولی اگه منظورتون توی کدوم سریال رو بیشتر دوست دارم، خیلی از سریال ها هستن که عاشقشونم. فرندز، لوسیفر، هری پاتر سریال نیست ولی خب هری پاتر خیلی خیلی دوست دارم، بریکینگ بد، دی آفیس، اینا همه سریالایی هستن که من عاشقشونم. از ایرانیام که خب قورباغه و زخم کاری رو خیلی دوست دارم. و سال آخرم اینه که کدوم برادر تو بیشتر دوست داری؟ بچه‌ها من هر دو تا داداشم ویدیوامو می‌بینن. جفتشون رو به یه اندازه دوست دارم، از نظر دوست داشتن که خب معلومه که هر دوشون دوست دارم. ولی اون داداشم که اختلاف سنیش باهام کمتره، یعنی 5 سال ازم بزرگتره، خیلی بهش نزدیک‌ترم. خیلی خیلی با هم دیگه جوریم. درسته که تو سرکله هم زیاد می‌زنیم ولی اصلا یه چیز خیلی قشنگیه، میدونید، رابطه ما با هم. و اون برادر بزرگم خیلی دوستش دارم ولی چون که 12 سال با من اختلاف سنی داره، میدونی، نمیفهمیم همدیگه رو چون که اختلاف سنی زیاده. خب بچه‌ها، اینم از ویدیو امشبمون. امیدوارم که تونسته باشم همه سوالاتتون رو جواب بدم. اگه بازم سوالی داشتید تو کامنت ها بپرسید. و اما اگه از این ویدیو خوشتون اومده، لایک و سابسکرایب برای حمایت از من فراموش نشه، بتره کنید، منفجر کنید. خیلی خیلی دوستتون دارم و تا یک ویدیو دیگه با سبا، خدا نگهدار.